داداش نیا به من بیادبی بکن پویا. من بیادبی نکردم به تو هیچ وقت. اومدی بیادبی کردی داداش. من داداش پاشدم از اسپانیا پاشدم اومدم. اونا مال الانه، من دارم گذشته رو میگم. ما رفاقتمون از اونجا شروع شد اصلا. اونا مال الانه داداش، من گذشته رو میگم. شما مردم یادشونه، چرا میزنی زیرش؟ شما در گذشته یک سال پیش قبل از این که با من اصلا ببینی، ما یه بار داداش بی خود و بی جهت به من بیادبی میکردی برای فالوور گرفتن. نزن زیرش پویا مختاری، نزن زیرش. کردی این کارو که دارم میگم داداش؟ نکردم و پاشم هستم. یه جار بیا اینو ثابت کن. من این وقت این کار من به تتلیتی ها میگم کل ویدیوهای 3-4 سافیس تو رو در بیارن بذارن ببینم این همه شما بیادبی کردی من اصلا راجع به شما حرف زده بودم یا نه. حالا کاری ندارم اصلا به گذشته، چرا باز ما رو عصبی میکنی؟ دارم میگم در گذشته بوده، تموم شده رفته، از این به بعد نمیشتیم. الان شما رو با مثلا جعفر و اساسی ماکر اینا محترمن مقایسه کنم خوشت میاد آخه داداش؟ این چه حرفیه به من داداش؟ کردی که دارم مقایسه میکنم دیگه داداش. چرا من باید یه دوست دخترم، یه دختر رو بردارم بیارم تو خونم شما باش لایف بذارید تو برگردید بگید چرا میری به امیر تتلو میگی؟ کی من گذاشتم آقا؟ آقا من کی همچین کاری کردم داداش؟ تو رو نمیگم، دو تای دیگر رو میگم. یا چرا دوتای دیگه به من چه؟ امیر داداش به من چه دوتای دیگه؟ داداش اون دوتای دیگه اینجوری، شما هم یه مدل دیگه. اگه بخوای شوخ بزنی تو گذشته سلطان، میرم میگردم تمام فیلمایی که بی خود و بی جهت به من بی ادبی کردید اون زمان قبل اینکه با من رفیق بشی میارم رو. حالا کاری ندارم، اصلا کاری من به این مسائل ندارم. دارم میگم تموم شد رفت. دوتا کسننت من به تو گفتم، دوتا هم کسننت تو به من گفتی، تموم شد و رفت. دارم میگم از این به بعد آقا ایمان بزرگه اومده ریش گذاشته، آقا ناصر اومده ریش گذاشته، آقا سعید اومده از یه همچین بی تربیتی بزرگی چشم پوشی کرده. من خودم بارها بی ادبی رو چشم پوشی کردم. از اینجا به بعدش پویان جان دیگه جای اشتباه، جای اینکه من داغ کردم یه چیزی گفتم، ور نمیداره. نه برای تو ور میداره، نه برای من ور میداره. چون از اینجا به بعد دیگه بی ادبی به ایمانه، بی ادبی به سعیده. نه داداش من باید این کارا رو بکنم، نه تو. بحث من اینه، باز تو داری با من کلکل علکی میکنی سر چه؟ داداش کلکل نیست، چرا شما همه چی رو داداش یه جور دیگه؟ من شاید نمیدونم زبونم دیگه نمیفهم، من دارم یه چیز دیگه میگم، شما داری میگی کلکل. من چه کلکلی دارم با شما بکنم؟ بعد الان مگه ما حقوق هم دیگه رو میدیم که بخوایم با هم دیگه چیز کنیم؟ یا چه نفعی اصلا برای هم دیگه داریم که بخوایم؟ میدونی این وسط یه ما هموطنیم، هممون بیرون از ایران گیر کردیم توی شرایطی هممون مشکل داریم. خب باید نباید آقا یه سری کارا نباید بکنیم، نه من رو نباید بکنم نه بقیه، متوجه؟ و من اینو هستم. آقا ایمان به من در واقع با هم داشتیم صحبت می‌کردیم، گفت داداش بهتره که اینجوری باشه با هم دیگه رفیق باشید. گفتم چش، من همیشه هستم رفیقیم با همه. الانم هم نیاز باشه معذرت خواهی دوباره کردم صد بار الان. دوباره الان شما برای چی دوباره الان شما برای چی دوباره سایت منو هک میشه؟ میرم بالا میزنم میبینم زده پویا مختاری یک ثانیه ورداشی، میام این بعد تگی های پیجم میبینم حضرات. کجا سایت شما هک شده داداش؟ داداش همین تتلو دات کو اومدم بالا میبینم چی شده زدم پویا مختاری. آقا کوروش نیومدیم بالا دیدیم اسم پویانو نوشته؟ آره برای تقریبا یه دقیقه این اتفاق افتاد، ما چون وبسایتمون داون بود پایین بود. داداش میام تگیای پیجمو من از دست شما آقا پویان بستم، تگیای پیجمو بستم. این کارو از قدیم هم می‌کردی، آیدی های ما رو می‌گرفتی بعد به امیر دیبا می‌گفتی میکس و مستر بده آیدی هاتون. داداش من نمی‌خوام بیادبی کنم، گوش کن یه چیزی بهت بگم، ولی اون کسی که این کارو می‌کنه، اگر من این کارو کردم خب از هر چی که شما میگی، یعنی حرف بدی ولی من هیچ وقت کم بوده این کارها رو ندارم داداش. خب اگه کسی کرده شاید طرفدار ما بوده کرده، هر کسی کرده به من مربوط نیست داداش. اینم خب یاد گرفتید دیگه، طرفدار ما بوده کرده. آقا ایمان آقا ببخشید، ما چیزیم دیگه، نه کسی ما رو گوش میده نه کسی ما رو میده. پشکلیم داداش شما. اوکی اینجا آبادی داشت حرفاتون رو بزن سنگاتون رو وابه که آخرش هم با روی خوش همتون داداش برید خونتون بگیرید. ایمان جون من هر ایمان جون من هر پیج اینستاگرام هم رو باز میکردم سایت شرط بندی آقا پویان تک شده بود، از دست ایشون تگیام رو بستم،
سایت من یه روز اومد پایین، دیدیم یه دقیقه زده پویان مختاری. داداش چرا طرفدارای ما این کارا رو نمیکنن با آقا پویان؟ داداش طرفدارای شما سه روز ما رو بستن مرد حسابی. از این ور سه روز همین آقا سعید سه روز پیش ایشون، حالا ما می‌خواستیم نگیم، از این ور سه روز پیش ایشون اومده کار آهنگ خونده، باز دوباره بی ادبی کرده توش به همه ما. ما داداش دیست دیگه، موزیک بازی رپ دیست کردم دیگه. داداش گوه می‌خوری دیست می‌کنی؟ یعنی چی دیست می‌خوری؟ چرت و پرت میگی، چه حرفی آخه میزنی؟ بیا ببین مادر جنده رو، مادر جنده خودت دیگه، جواب های هوی دیگه، چیرم تو کس مادرت بابا، مادر تو کس مادر خودت، بیا برو کیرم تو کس مادرت. داداش من کیرم تو کس مادر این بچه لور بی تربیت، این آدم نمیشه داداش. آقا ایمان من به چی گفتم یه ساعت پیش؟ یه دقیقه این مادر کونی ایمان داشت تایش خوبی ایمان مجیدی، این مادر کونی پررو شده، همین که چهار دفعه بهش خندیدیم مادر جنده پررو شده. اینو باید همون موقعی که آقا سعید میخواست ننش رو بگاد، من میگفتم آقا سعید ننه اینو بگا، انقدر این کونی هرچی از دهنش در اومده ما بخشیدیم، این کسکش فکر کرده مسجد جای گوزیدنه. میبینید چقدر مادر جنده است اینا. آقا امیر ما ایشون با امیر تتلو گشت، فکر کرد امیر تتلوه. داداش امیر تتلو با پول نشد امیر تتلو. ایشون چهار نفر دورش بهش گفتن خان، به احترامش، به احترام این اینکه رفاق، مثل اینکه من به امیر میگم سلطان، به امام بشیر میگم سلطان، به ناصر میگم سلطان، اینا رو شنیدن. چون اینا رو آدم حسابیا بهشون نگفته بودن یه ذره دور برداشتن. من هشت آقا کی میندازه پایین پویانو داداش؟ یه دقیقه وایس من کی میندازم؟ من میندازم داداش، انداز پایین داشتن بذار بالا حرف شو زد تمام. چون خیلی بی تربیته ایمان، به قرا من میرم یه بلا، من چشمش اینو از تو کاسش در میارم که مادر بنده بفهمه بالا حرف داداش. مشکل من داداش دارم صحبت میکنم داداش، من چرا ولش مهم نیست. من بزرگ منی میگی، من میگم چش، ولی من اصلا چرا با مشکلمو با این چونی حل کنم؟ این اصلا به من نمیخوره. این خارکسته فکر کرده واقعا هم لول ماست. خب داداش شما وقتی به یعنی سلطان سرش گیج میره دیگه. شما اومدی یه دونه استوری گذاشتی 100 نفری که بهشون بی احترامی کرده بودی و تک کردی، این واسه من نون آب نمیشد. گرفتید شد؟ این واسه من نون آب نمیشد. شما اومدی کلی بی احترامی کردی، همین 3-4 روز پیش هم نوشتی که چند روز دیگه خار مادر تتل و تیمشو میگام. تیمش کیان؟ رفیقاش کیان؟ موهایم. یعنی باز فوش مادر به ما دادی. اگر یکی از اعضای این تیم تیکه پارت کنه حق داره یا نداره آقا پویان؟ آقا سعید داداش شما با اجازه دوستان عزیز، تهدیدایی که میکنی و داداش ول کن، یعنی شما هر موقعی که داداش من سر ننم، هر موقعی که خواستی اصلا مهم نیست چی شما... آقا گوش کن درست حرفت بگم دانم. چرا میگی که کس مادر تتل و خان رفیقاشو نمیدونم تیمش ها؟ چرا این که دیگه دیس نیست الان؟ از مگه ما جواب جزء دیسای شما این جواب تو بدم آقا سعید بفرما. شما هر زمانی که هر کاری که از دستت بر اومد بکن داداش، استراحت باشه. پس این جوابته؟ حل بله داداش. پویان جون داداش اون داستان داداش این بعد اینجا تمومش کنی آجی. آقا ایمان ایشون حرفش یه چیز دیگه اون هست. داداش ما حرف زدیم نفهمید چی گفتم داداش. حل آقا اگه بحث آشتی کنونه، این رسم آشتی کنون این مدلی نیست. آقا ناصر من 100 بار معذرت‌خواهی آره. کردم، من نمی‌فهمم باید چیکار کنم دیگه. عجب داستانی ها. نه دیگه میدونی هممون باید میدونی همه تمومش کنن بره، یه گذشته رو بریزن دور، بیان بشینن صحبت کنن ببینن آقا میتونن الان با هم دیگه رفاقت کنن یا نمیتونن. آقا ناصر من دارم به ایشون میگم سه روز پیش فوش خار مادر کشیده به رفیقای امیر، این فتواش پویان کار تو هر کاری گوش کن ناصر میگه تو هر کاری میخوای بکنی بکن. ببین اول کیرم تو اول آخر قانون، من تو اروپا دارم زندگی میکنم، آدم کشتن قصاص نداره، اینا هممون میدونیم. 10 سال میشینی زندان بلند میشی میای بیرون. پویان مختاری با من اینجوری حرف نزن، اینو یادت باشه با داداش. من تو اسپانیا جامم مشخصه بچا تمومش کن آقا، با این مجازی عربده کردن آقا یه دقیقه اجازه بدی بابا، اجازه کلمه باید جواب میدادی میگفتی این فتواش چیه وقتی دوباره فوش دادی این فتوا